فناوری پیشرفته. 34 کشور اینجا در کادراش در اکسان پروانس فرانسه در یکی از بزرگترین همکاری‌های علمی روی سیاره زمین دست به دست هم دادند تا با استفاده از همان فرایندی که در خورشید رخ می‌دهد انرژی تولید کنند. این پروژه بین‌المللی گداخت هسته‌ای ایتر نام دارد. هدف تولید انرژی برق ارزان و سالم با استفاده از فرایند همجوشی در نوع جدید راکتور هسته است. در قلب راکتور جدید گداخت هسته ای هستیم. وزن این راکتور دو برابر وزن برج ایفل است و مساحتی به وسعت 60 زمین فوتبال را اشغال می کند. برای اینکه همجوشی رخ دهد باید فشار و دمای گاز بسیار داغ حاوی اتم‌های سبک مثل هیدروژن به حد دما و فشار در مرکز خورشید برسد، یعنی به دمای 150 میلیون درجه سانتیگراد. برای رسیدن به این دمای بسیار بالا باید میدان‌های مغناطیسی بسیار پرشدت تولید کرد. واکنش همجوشی بین دو ایزوتوپ هیدروژن رخ می‌دهد، بین دوتریوم و تریتیوم. برنار بیگو مدیر کل این پروژه میگوید که بدین ترتیب میتوان مشکل تولید انرژی در سیاره زمین را حل کرد. مزیت تولید انرژی از همجوشی هسته‌ای در مقایسه با شکافت هسته‌ای چیست؟ مهمترین مزیت به خود سوخت مربوط می شود. سوخت این راکتور هیدروژن است که در طبیعت بسیار فراوان است، در آب دریا و دریاچه‌ها، منبعی تمام نشدنی برای انرژی که صدها میلیون سال دوام خواهد داشت. مزیت دیگر اما در این فرایند چند پسماند پرتوزا به وجود می آید، اما عمر پرتوزای این پسماندها کوتاه است، حداکثر چند صد سال در مقایسه با پسماندهای فرایند شکاف هسته‌ای که عمر پرتوزایشان به چند میلیون سال می رسد. مزیت دیگر این است که فرایند همجوشی را می توان به آسانی متوقف کرد، در صورتی که برای فرایند شکافت هسته‌ای چنین نیست و حتی اگر فرایند شکافت متوقف شود چند تن سوخت هسته‌ای خطرناک سر جایش هست که همچنان گرما و انرژی تولید می کند. پروژه ایتر با مشکلات فراوانی نیز روبروست. مثلا تریتیوم که یکی از مؤلفه های همجوشی است، عنصری پرتوزا با نیم عمر کوتاه هست و اگر تصادفاً وارد محیط شود به سرعت همه جا منتشر می شود. آقای بیگو می گوید که برای مردم ساکن این ناحیه خطر بسیار کمی وجود خواهد داشت. اگر تصادفی رخ دهد، چه جور تصادفی؟ نشت اگر اتفاق بیفتد، این ماده گاز خواهد بود. مقداری که وارد طبیعت خواهد شد، آنقدر خواهد بود که جمعیت ساکن این نواحی بتوانند همینجا بمانند و به زندگی عادی خود ادامه دهند. La population pourrait demeurer sur place sans qu'il y ait de véritables difficultés à poursuivre leur activité. به همین دلیل در اینجا لوله‌های خاصی برای تریتیوم طراحی شده که عنصر خطرناک را در صورت نشت اتفاقی به بیرون خواهد فرستاد. طرح ایتر با هزینه هنگفته 16 میلیارد یورو انجام می‌شود. این هزینه سه برابر تخمین‌های سال 2006 است. نباید فقط به هزینه سرمایه گذاری اولیه نگاه کرد، باید به مقدار انرژی که میتوان به دست آورد هم توجه کرد. به نظرم مقدار انرژی که در آینده برای دوره‌های طولانی به دست می‌آید، ارزش این سرمایه گذاری هنگفت را دارد. واقعیت مجازی اجزای مختلف پروژه به دقت بررسی می‌شود و لحظه‌ای که این قطعات به کار خواهند افتاد شبیه‌سازی می‌شود. دانشمندان ایرانی مرکز تحقیقات فیزیک پلاسمای واحد علوم و تحقیقات نیز با پروژه ایتر همکاری می‌کنند.